درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. خوشحالم که در فرصتی که پیش اومد همراه با دوست ارجمند شهرام آریان مبحث یا جستار چگونه شد که ایران ساسانی در برابر حمله اعراب مسلمان شکست خورد، شکست نظامی و بعد شکستی که به هر حال به دورهای طولانی تری انجامید و شوربختانه تا امروز پس از 1400 سال هنوز پیامدهای سنگینش با ما هست. دلایلش چه بود؟ چند و چونش چه بود؟ چرا یک پیش آمدی به این تلخی و به این ناگواری رو تاریخ ما شاهد بوده؟ این بخش دوم از این جستار. بخش یکم رو اگر که همراه ما شدید و ندیدید، می توانید از روی یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی ببینید تا اینکه این مطالب براتون کاملتر جا بیفته. امروز هم میخوایم پی بگیریم به نظریاتی که هست درباره حمله اعراب به ایران، ایده هایی که داده شده، خواستن دلایل رو توضیح بدن که خیلی هاش با غرض ورزی همراه بوده، اگر نخواهیم بگیم که کاملا خیانت آمیز بوده ولی غرض توش بوده، برخی هم احتمالا تفسیر اشتباهی از رخدادها و چرایی انجام اون رویدادها داشتن. خب شهرام گرامی، درود بر تو و من میسپارم رشته سخن رو به خودت که از پایان نشست پیش بیایی و ما رو دوباره وارد مبحث کنی. بله، با درود به بینندگان گرامی، با درود به خودت شاهین جان. ما چون یه سرآغازی دادیم توی این داستان و بعد من دیدم از برخی کامنت هایی که در اینترنت بود که بیشتر گاهی پرسش برانگیخته بود در مواردی و من گفتم که پس یه خورده مجبوریم به تفصیل بیشتر بگیم، جمع و جورش کنیم. از اونی که من میخواستم پس یه خورده مفصلتر باید بگیم. من میخواستم فقط به عنوان پسگفتاری به اون دینامیک شناسی که 10 جلسه دنبال کردیم که دینامیک ساختار اسلامی تو مغز ایرانی چه کارایی کرده، قبلشون دینامیک زرتشتی چطور بوده، فرقاش بون، یه پساگفتاری، یه نشست دو نشستم در مورد این دستگاه شکست صحبت کنیم که همون ویژگی های اسلام مثلا چه اثری داشته تو این براندازی یا نابود کردن اون ایران کهن. اما بس که پرسش برای دوستان پیش اومد، یه خورده باید مفصلتر بگیمش. امکان داره 2-3 نشست همین زمانمون رو بگیره. با اجازت من شهرام جان عذر میخوام، پوزش رو قطع کردم به خاطر اینکه شهرام در هنگام ضبط این برنامه در جایی بود که نور بسنده نبود برای ضبط خیلی با کیفیت برنامه. شهرام بدون تصویر آمده ولی خوشبختانه اسلاید هایی که با ما نشون میده در دسترس و اصل مطلبم تو همون اسلاید هست. بفرمایید الان اسلاید دیده میشه؟ بله بفرمایید. پس الان اون ارزیابی دستگاه توزیع دیده میشه؟ بله بله. این به این من گفتم که واسه اینکه ما داستان رو آغاز کنیم و بیایم جلو، من یه نموداری بدم به همیهنان گرامی در مورد اینکه این آشفت بازاری که در مورد توضیح شکست ایران از اسلام توی کتاب‌های علمی وجود داره تو اذهان عمومی، اینو ما یه خورده نگاه کنیم ببینیم تو این بازار چه کالاهایی داده میشه، چه اندیشه هایی در جریانه و قربالش کنیم، برای اینکه من گفتم که بخش بزرگش مغلطه خواهد بود. من با یکی از جدیترین تاریخ نگارای ایرانی اینجا آغاز میکنم، روانشاد زرینکوب، احتمال زیاد مهمترین تاریخ نگار روزگار کلاسیک یعنی قرن وسطا و باستان که ما در سده 20 داشتیم در ایران، شناخته شده بود نظر بین المللی و در تاریخ کمبریج هم مقالاتی داشت، این تاریخ نویس کلاسیک و جا افتاده بود. ولی حتی خود این روانشاد هم چجوری در این مغلطه این دستگاه توضیحی گیر کرده بود، این برای من بسیار الگوسازه و راهگشاست در مورد که تا چه اندازه این داستان نیاز به توضیح نوین داره. روانشاد زرینکوب
تاریخ نویس کلاسیک بود و بر بنیاد ساختار تشریحی تاریخ نگاشت های عربی صدر اسلام که اونا رو با سرآمد خردنگری همه رو در نگریسته بود و همه رو کماموش مثل از بر می دانست، اومده بود کوشش کنه بر پایه گفتار اونها یه ساختار توضیحی بسازه، تا اندازه هم زیر تأثیر تاریخ نگاری سوسیالیستی صدی بیستم بود، هم عصر خودش و پیشا عصر خودش. چون مثلا اشاره میکنه به اختلافات طبقاتی، این یه چیز بسیار بسیار شناخته شده است. ما در سلایت های زیری و موقع به کسان دیگه هم میپردازیم که این رو گسترده تر روش کار کرده بودن. اختلافات طبقاتی مایه شکست ایران ساسانی میتونسته بوده باشه، یا بیشتر ایرانی های امروزی اونایی که دستی در تاریخ شناسی دارن همه گمان میکنن این دلیل مهمش بوده. از من اگه کسی بپرسه چقدر اثر داشته، میگم خیلی کمتر از 1%، این تقریبا صفر. نام بردن ازش اصلا یه مغلطه خنده داره. ببینید، ما در سیستم های جوامع هند اروپایی که گرایش های فئودال همه در روزگار کهن داشتن، این سیستم آریایی هند اروپایی قدیمی، اصلا این جوامع فئودال مدل شوالی مانند که بعد رعیت زیر دستون زندگی میکنه، ما اینو در قرون وسطای اروپا هم داشتیم، در ایران باستان هم داشتیم. ویدنگرین در مورد این کار اساسی کرده که این سیستم آریایی قدیمیه. اینا همشون یک دستگاه صنفی داشتن، حالا نامشو میشه طبقات هم گذاشت. این دستگاه صنفی در اروپا برای نمونه چیز منحصر به جامعه سازایی نبود، این وجود داشت تا انقلاب فرانسه. در اروپا نه باعث سقوط کسی شد، نه دری رو به مسلمان ها باز کرد، نه به کسای دیگه باز کرد. تنها اثری که داشت این بود که به عنوان جامعه صنفی یک کارکرد حرفه‌ای ساز روی کیفیت تولیدات داشت. یعنی برای بالا نگه داشتن کیفیت تولیدات در قرون وسطا در اروپا خیلی کارگر افتاد. حالا ما اینجا ما رو دیگه از بحث منحرف میکنیم که ما بخوایم بحث کنیم که چرا هند اروپایی هایی که اینا به کنار مدیترانه رفتن، مثلا رومی ها، یعنی اقوام لاتین و یونانی های باستان، این دستگاه های صنفی آریایی قدیم رو گذاشتن کنار، نداشتن، ما رو خیلی دیگه دور میبره. ولی اونایی که کلاسیک تر مونده بودن، سنتی تر مونده بودن، مثل اروپای قرون وسطا، مثلا جامعه آلمان قرون وسطا، انگلستان قرون وسطا، فرانسه قرون وسطا، جوامع جرمنی و ایران باستان، اینایی که به حالت آریایی هند اروپایی قدیم نزدیکتر بودن، یه جامعه فئودال صنفی بودن. یکی از اینها در هند کارش به اغراق کشته بود، داستان دیگه صنف و طبقه و اینا نبود، کار به کاست کشیده بود. اون ربطی دیگه به ساختارهای هند اروپایی قدیمی نداشت. اون دلیلش این بود که وقتی هند اروپایی هاش به جزیره هند رو تصرف کردن، یه چیزی حدود 1500 تا 1200 پیش از میلاد، بس که در اقلیت بودن نسبت به اقوام دراوید که اونجا میزیستن، اینا برای اینکه آمیخته نشن با اونا، چون شاید 2-3% جامعه بیشتر نبودن، در حقیقت اون بیچاره رو تو کشور خودشون شکست داده بودن، یه جوری نیمه برده کرده بودن، برای اینکه با اونا آمیخته نشن کاست های ساختن با جداره های عبور ناپذیر عجب و غریب که توی اون قوم بومی اونجا حل نشن، گم نشن. و این اثرات خیلی عجب و غریبی هم داشت که مثلا طبقه برهمن ها رو شما تا صدی 19 هم، اوایل 20 هم، اواسط 20 هم، اواخر حالا بیشتر با هم آمیزش میکنن، ازشون عکسایی که مونده مثلا آقای تاگور نگاه میکنی هنوز میبینی قیافش هندو اروپاییه. ایست عجیب و غریب، یعنی در از 3000 سال آمیخته نشده بودن با بومی ها. این مسئله هند بوده، فقط هند، مال ایران اینجوری نبود. مال ایران آریایی ها به مقدار خیلی زیاد اومده بودن، در جامعه احساس قربت نمی کردن که بترسن با کسی آمیخته بشن، مثلا حالت روحیشون اونایی که اومده بودن از گروه زرتشتی بودن، زرتشتشون بروز کرده بود، نمودار شده بود 1000 پیش از میلاد، روحیش اصلا خیلی بازتر بود و اینا حالت کاستی نداشتن. اینا جدایی های صنفی داشتن مثل آریایی های اروپای مرکزی.
و اون یکی هم که من عرض کردم اینا به دلیل این سنفا از کسی شکست خوردن هیچی، اینا تا انقلاب فرانسه سر جاش بود. یعنی حتی اون مجمع عمومی که در انقلاب فرانسه داستانش معروفه، زیر دست لویی 16 هم به خاطر مشکلات مالی و دیگری که بود فراهم اومد تا رسیدگی بکنه و بعد تبدیل به انقلاب فرانسه شد، که در اون مجمع لایه سوم پیش گفته میشه، لایه سوم که کهتران بودن، یعنی نه اشراف بودن، اشراف جنگی و نه موبدان در حقیقت یا کشیش ها. خیلی شگفت‌آور، یعنی این سیستم های آریایی قدیم تا انقلاب فرانسه دست نخورده تو اروپای مرکزی مونده بود. این لایه سوم که توش بازرگان ها و نمیدونم آدم های ساده و اینا بودن، تا آدم های تحصیل کرده که فقط اشراف و موبد نبودن یا کشیش حالا ما میگیم، اونها گرده هم اومدن و بعد لوی 16 هم زیر فشار گذاشتن و کار کم کم به انقلاب کشید. یعنی تا اونجایی مسئله سر پاش بود، هیچ آسیبی هم به جامعه اروپای مرکزی نزده بود، فقط سطح تولیدات رو بالا برده بود و یه مقدار عبور هم همیشه وجود داشت. یعنی اگه یک کسی خیلی پهلوان بود، کشاورزاده بود، اون موقع لقب ارتشتاری بهش میدادن، اون رو به لایه ارتشتاران وارد میکردن تو اروپای مرکزی. آلمانی میگن سومغه تشلاگن، یعنی اینکه شوالیه میکردنش، همین رسمی که امروز هنوز ملکه هم شمشیر رو بر دوش میزنه و اون به سر مقام در حقیقت شوالیگی برمیکشه. یه استثنایی بود که قائل میشدن برای کهترانی که مثلا شجاعت نشده بودن و از این طبقه به اون طبقه صنفی در میومدن. در داخل خود صنفای کاری هم عبور و مرور از این گروه کاری به اون کاری بود. به موبدان هم استثنا کسی وارد میشد، مال اروپا رو دارم میگم، مال ایران هم همین بود. ما سیستم کاستی اونجا نداشتیم، شبیه اروپای مرکزی بود و گزارش هایی هم که اینجا اونجا مستقیم از اون روزگار به دست مانده، مثل مثلا گفتار بزرگمهر در مقدمه که لودمنه، نشون میده که این عبور و مرور وجود داشته. یعنی خودش میگه که من آمیخته ای بودم از دو طبقه گوناگون، دو تا صنف گوناگون، یکی پا در موبدان داشتم، یکی پا در ارتشداران داشتم و بعد خودم برای خودم آزادانه گزیدم چیکار میخوام بکنم. اینو به صراحت اونجا میگه. شهر اونجا از سوی دیگه ما شواهدی داریم که نشون میده این بیشتر به جایی که طبقات عمودی باشه، در دوره ساسانیان تقسیم حرفه‌ها و پیشه‌ها بوده و یه حالت افقی داشته. در شاید در قالب مثال برای همیهنان حرفم روشن‌تر بشه، ما در شاهنامه یک داستان معروفی داریم که کفشگری به انوشیروان میگه اگر که اجازه بدی فرزند من از طبقه پیشه‌وران بره به رده دبیران، من هزینه لشکرکشی شما رو به فلان منطقه روم میدم. که خب انوشیروان به بزرگان صحبت میکنه، رایزنی میکنه و نمیپذیره که کسی از حالا به خاطر دادن هزینه لشکرکشی از طبقه پیشه‌وران بره به طبقه دبیران. اصل قضیه این است که یک کفشگر اونقدر ثروت ایجاد کرده که میتواند هزینه لشکرکشی بده که الان خزانه دولت نداره اون هزینه رو بده. و این نشون میده اینگونه نبوده که پیشه‌وران یا مثلا کشاورزان تهی‌دست بودن و فرض کنین ارتشیان یا دبیران ثروتمند بودن. تو همه رده ها ثروتمند و معمولی و تهی‌دست داشتیم. اینم نمونه ایست برای اینکه همه متوجه بشن واقعا یک نظام عمودی نبوده، بلکه بیشتر همچنان که شهرمجان اشاره کرد تقسیم حرفه ها بوده که پشتوانش هم احتمال بسیار زیاد این بوده که کارآمدی و بازدهی کار بالاتر خواهد بود. شما اینجا جای خوبی انگشت رو گذاشته. ببین فردوسی خودش تفلی تا اندازه زیادی تحت تاثیر تبلیغات اسلامی قرار گرفته بود. یعنی مسلمین به ویژه ایرانی‌ها که خودشون اسلام آورده بودن یا مسلمان شده مثل مثلا طبری اونه که دست به قلم داشتن، اینا در حال ساختن یک دستگاه اسطوره‌ای، افسانه‌ای، ایدئولوژیکی بودن که شکست ایران و مسلمان شدن ایران رو به یه حالت طبیعی یا شبه طبیعی توضیح بده که خودشون دیگه در جامعه به عنوان خائن پنداشته نشه، یعنی یا به خودش یا به پدر بزرگش که نخواستیم بار اسلام آورده. و این ستیز عبورناپذیر هم میون مسلمین و ایرانی ها کمتر بشه از این حرفا. طبری یکی از بزرگترین داستان سازها و اسطوره سازها یا افسانه سازها تو این زمینه بوده. ما بعدن اگه بخوایم به جزئیات بپردازیم، به چیزایی که گفته در مورد نبردها، من اون موقع
نشون میدم که تقریبا 85% آنچه که گفته افسانه است، اصلا به درد نمیخوره. اونجوری که باتلر گفتم، آلفرد باتلر گفته بود که اینا همش افسانه پارسایانه، چون دقیقا یک سناریو اینا طراحی کردن که شکست ایران رو یه جوری توضیح بدن در حالت جنگ اقلیتی از پارسایان، پارسایان زاهد با مثلا یه افراد مثلا اداره جاتی رژیمی، مثلا مدافعانی رژیم مثلا نیمه ستمگر یا فلان نیمه فاسد، که این پارسایان اندک بر اون اکثریت فلان پیروز شدن، از این حرفا. که تو با امروزم اکثریت ایرانی های دست به کتاب به این افسانه باور دارن مثل حقیقت تاریخی. حالا اونایی که گرایش اسلامی اینا دارن که دیگه چون مثل چیز بهش اعتقاد دارن، مثل قانون مثلا فیزیک نیوتن. و خود فردوسی هم قربانی این مسئله شده بود. این داستان کفشگر و اینا، این صدیصد یه افسانه دست ساخته خود مسلمان هست، یه ایرانی های مسلمونه. اصلا خنده داره، یعنی یک کفشگری میاد میگه که آقا بذار این بچه من دبیر بشه، باسواد بشه اینا. خب این کسی که اینقدر پول داشته که میتونسته خرج لشکرکشی رو بده، یعنی معادل امروز مثلا یه مثلا میخواسته 20 میلیارد یورو مثلا پول بده، معادل اون زمان 2-4 میلیون دینار میخواسته مثلا بده یا بیشتر، یه همچین آدمی میبایست دارای منوفکتور بوده باشه، یعنی کارگاه هایی که روش چند صد نفر کار میکنن. درسته. پوتین میسازن و اینا، موزه های جنگی به پوتین میگفتن، تو ساسانی میگفتن موزک یا موزه، که این احتمالا قرارداد با ارتش داشته که اینا خرید مداوم ازش بکنن، قرارداد صادراتی به چینیا داشته، نمیدونم به رومیا داشته. آقا یه کسی که تو این ابعاد مثلا هزاران هزار تن تو کارگاهاش کار میکنن، این هر روز باید صدها صفحه نمیدونم اداری و ارقامی رو بخونه کنترل کنه، اینا این سواد نداشته، میگفته اجازه بده بچه‌م داره سواد بشه. شرم جان، صحبت از باسواد شدن نیست، چون باسواد رو همه میتونستن به دست بیارن. این چیزی که حالا در حقیقت در متن داستانه، رفتن از یک پیشه، یعنی پیشه‌وری به دبیری است. اصلا میگه پسرم دبیری بکنه، نه که باسواد بشه. نه میدونم شانجا، ولی روایت اینم هستش که فقط بذارید این بیچاره سواد یاد بگیره. خب اون دیگه تبلیغ مسلمان هاست، وگرنه من میخواستم بگم تو اون وریانتاش تو اینو به روشنی میبینی که افسانه سازی واقعا خنده داره. حتی تو اون وریانتی که این بچه میخواد دبیر بشه، نمیدونم حتی موبت بشه، فلان بشه، این در زمان اونا این 100% شدنی میبود. اگه یه کسی که به مقام مهتری به خاطر موفقیت شغلیش رسیده بود، این اصولا دیگه همش با قشر بالای جامعه رفت آمد میکرد، دهش های گوناگون مالی به آتشگاه ها و نمیدونم مقامات کشوری میکرد، پل میساخت، حمام میساخت، از این حرفا. اون اصلا وقتی همچین درخواستی میکرد، اون حاکم جرأت نمیکرد نبگه. ببین این در آخر روزگار ساسانی ها، ببینید تو اون 150 سال آخرش، قشر میانه یا بورژوا، شهرنشینای مالدار و ابر مالدار، اینا اعتماد به نفسشون خیلی بالا رفته بود و دستگاه دولتی اصلا به کارکرد خیلی از اونها نامه های ویژه داده بود، نامه های کاری ویژه یا پریویلیج، در حقیقت پیش حقی های ویژه. شبیه روندی بود که در اروپا ما اینو میون سده 14 میلادی تا 16 میلادی داشتیم، مثلا در بخش هابسبورگا یا در فرانسه، که نامه های پریویلیج به شهرها داده میشد که اینا از حیطه حکومت تویولداران منطقهی میمادن بیرون، به شهرهای آزاد تبدیل میشدن و کارای بازرگانی در سطح حرفه‌ای میکردن. ما در زمان ساسانی ها مدارکش مونده که اینا وجود داشته، رو به گسترش بوده. درسته، کاملا. شهرهایی بوده که انقدر اعتماد به نفسشون بالا بوده که اونجا یه بورژواهای زندگی میکردن، میلیاردر. بعد اون میومده مثلا به شام میگفته آقا تو رو به خدا بذار موبت بشه، اونم میگفت نه دو پاتم توی کفش کنی. اصلا مسخره است. ببین تمام این داستان ها از ذهن مریض و کتک خورده و دیوانه پس از اسلام اومده بیرون. ببین در روزگار پس از اسلام، بس که همه جا رو توحش گرفت، بس که رابطه فرمانروا یا به قول خودشون سلطان با زیر دستی ها متوحش شد، اینایی که میخواستن گذشته های خودشون رو هم مثلا تصویر کنن، داستان براش بسازن یا بفهمن، تا
توحش روزگار خودشون رو پروجکت کردن به اون زمان. کاملا درسته. شاید اجازه بده من برای همیانانی که الان ممکنه همراه ما شده باشن مطالبی که روی اسلاید شهرام داره نشون میده، اختلافات طبقات، باور ایرانیان به سرنوشت فرقای زرتشتی و شماره مسیحیان، آز و فساد مبیدان، اینها نظرات یا دلایل ما نیست برای سقوط ایران ساسانی. اینها مطالبی است که عمده محور سخنانی بوده که دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب‌ها بهش پرداخته و تا حد زیادی هم طیف چپ و بعد طیف مسلمان به اینها در حقیقت استناد کردن. ما این 4-5 موردی که شما دارید می‌بینید بالا نوشته شده نظرات ما نیست، بلکه ما داریم اینا رو عنوان می‌کنیم و نقدشون می‌کنیم که این گونه نبوده. اینو برای روشنسازی جهت اطلاع همیانان گفتیم. بسیار خب، حالا من این بخش من فقط اینو کوتاه بگم بعد از این طبقات رد بشیم. ببین یه نمونهش من نخستین بار که توی گام دانشجویی دستم به این نامه تنسر افتاد، الان 20 سال گذشته و اینا، اون زمان و نامه تنسر رو من خوندم و دیدم که در حالت اداره جاتی این شاهنشاه قدر قدرت داره با استاندار منطقه‌ای مازندران داره داد و دهش میکنه در مورد اینکه آقا کارش درست یا کارش درست نیست. اونجا من آنی، حالا بگذاریم از اینکه آیا واقعا اینا به یه پیشینه از اردشیر بابکان برمیگرده یا تئوری که هست زمان انوشیروان اینا پرداخته شده فقط واسه لجیتیمیشن یا مشروعیت بخشی به رفرمای او با یه بازپرداخت پیش تاریخی، اینا رو می‌ذاریم کنار. ولی فهوای داستان اینه که دولت مرکزی اونجا اعلام میکنه که اردشیر بابکان مثلا جنگ داخلی رو برده، شاهنشاه قدر قدرت شده و وقتی یک کسی از پریفری از استان شکایت میکنه که آقا این کارا چیه میکنید، مرکز به جای اینکه آدم بفرستونو بکشن به موبت میگه که یا به وزیر یا معاون وزیر تنسر رو باید اونجوری پنداشت، میگه که آقا پاسخش رو اداره جاتی و منطقی بده. حالا اون استاندار مازندران که خودش بیشتر یه حالت اشکانی و فوق فئودال داشت، خیلی جالب اونجا گلایه هایی که میکنه گلایه های عقب مانده است، چون این اردشیر اومده بوده و مسئله رو مدرن کرده بوده. مثلا یکی از گلایه هاش اینه که آقا شما به چه حقی میایین از اشراف مالیات میگیرین؟ یا میپرسه چرا، میگه چرا قصاص لغو شده، چرا قصاص انجام نمیدین؟ درسته. و اینم با نهایت مثلا متانت تنسر توضیح میده که برای اینکه اعلیحضرت گفتن سیاست نوین کشور اینه که مهتران و کهتران همه تو ساختن به نگهداشت کشور سهیم باشن. درسته. جان جان اگه حتی بخشی از این فقط درست بوده باشه اصلا یک شاهکاره، اصلا چیز عجیب و غریبه برای اون کسایی که آگاهی از روند تاریخ اروپا دارن که به حمد الله والمنه 95% تاریخ نویسای خودمون اینا رو ندارن. این اتفاقات در اروپا، این جور بحثا سر سهیم کردن اشراف در مالیات اینا در آستانه انقلاب فرانسه داشت رخ میداد تو اروپا، نه 1800 سال پیش، نه زمان اردشیر بابکان حالا 200 پس از میلاد، یا حتی اگه برگرده به زمان انوشیروان 500 پس از میلاد. حالا به قول تو 1200 سال 1600 سال پیشش، این اصلا چیز باور نکردنیه. این نامه تنزل چیز باور نکردنی نیست. اصلا تاریخ نویسای ما اصلا نه به اینا اشاره کردن، نه اصلا فهمیدن، نه اصلا سنجیده، اصلا این عجیبه سردرد میگیره. بسیار درخشانه، واقعا پر از مطلبه، واقعا پر از مطلب. ولی بذاریم کنار، حالا ما که بخیل نیستیم. این نامه رو که میخونی باور کنی این تاریخ نویسی این کشور ایران فقط یه تراژدیه. تا به امروز این اختلافات طبقاتی رو که میخونی با در نظر گرفتن فزونی اطلاعاتی که از اون زمان مونده که بخش بورژوا چقدر اعتماد به نفسش رفته بوده بالا، ببیشه در نیمه دوم ساسانیا، اصلا یه چیز خنده داره. یعنی همون نامه تنسر رو بعدن شما بسنجی با زبان نفهمی و توحشی که پس از اسلام حاکم بود، اونجا کسی جرأت نداشت اصلا به مرکز، به خلیفه، نمیدونم به سلطان ترک ببیشه بعدم بگه آقا اصلا بالا چشت ابروه، تا با اره تیکه تیکش نمیکردن ول نمیکردن. بله، مثل اون قدیم نبود. اونجا شما ببینید که مرکز داره به شدیدترین انتقادا داره با نامه پاسخ میده فقط. یعنی نشون میده اینا چقدر صحبت منطقی و احترام متقابل به طرف مقابل گوش کردن، توافق کردن، کامپرومیس کردن قبول داشتن.
حالا این فقط دلیل برای اون نیستش که مسائل طبقاتی به این حالتی که این دوستان میپندارن مغلط است. این یه بحث ویژه است، میذاریم کنار. اینو از من شما فعلا من ادعا داشته باشی که به عنوان دلیل در سقوط ایران یه چیزی حدود کمتر از 1% اثر داشته. به عنوان ادعا. بعد باور ایرانیان به سرنوشت. حالا من اینجا خب الان روان شدم در گذشته رفته دیگه نمیشه باهاش صحبت کرد. اینجا ایشون یک درک کاملا اشتباه داره. ببین اختر شماری این اروپایی روش زیاد کار کردن نسبت به قومی که اونو انجام بده. اختر شماری من اینجا برای استرولوژی به کار میبرم. استرولوژی که ایرانی‌ها تو استرولوژی خیلی علاقه داشتن، حالا از ملل کهن همین میان رودان به ریگ برده بودن، ولی درک ویژه خودشونو ازش داشتن. این اختر شماری مثلا در اروپای قرن وسطا هم به شدت بود، مثلا حتی در روزگار پایان قرن وسطا رنسانس در آستانه روشنگری در زمان خود ملکه الیزابت، پیش از اینکه آرمادای اسپانیا را بیفته و اینا جنگشون بشه، الیزابت که به اختر شماری خیلی ایمان داشت مثل بیشتر شاهان و سپهسالاران روزگار قرن 16 هم و حتی 17 هم اروپا، این همش با اختر شمارا با استرولوژ ها رایزنی میکرد که فلان مالا قرصه این اسپانیایی ها ما رو میکشن نمیکشن ما پیروز میشیم. یا مثلا سپهسالار معروف جنگ های 30 ساله والنشتاین آلمانی، الان جنگ های داخلی آلمان سر جدای دین از دولت، که بسیار روشنی بود، همیشه یه اخترشمار کنارش بود. حتی پروتستانت هم که اومده بودن برای خرافه زدایی، اونا هم بدون اخترشمار جایی نمی رفتن، مثل گوستاف آدولف و دیگران. این در اقوام هندو اروپایی که ایرانی هم از اون گروه بودن، ساسانیا، در که اینا از اخترشماری رو به قبله دراز کشیدن، گریه کردن، نمیدونم روزه خوندن نبود. اینا گمان میکردن که یا به سرنوشتی که وادادن. باور هندو اروپایی این بود که اخترشماری یه علم واقعیه و از راه نگاه کردن به ستاره ها و حرکت سیاره ها میشه واقعا فهمید کائنات داره مثلا الان رو چه ور میفته از نظر مثلا نیکبخت یا شومبخت بودن برای برخی رویدادها. یعنی گمان میکنه مثلا نیوتن که بعدا فهمیدیم که فیزیک واقعی اثر داره، گمان میکنه رو واقعیات اثر داره. و اینا گمان میکردن از راه اخترشماری میتونن نظر خودشون رو به واقعیت بچربونن. درست. یعنی درست با اون چیزی که اینجا زرین کوب گمان میکنه 180 درجه متفاوت. نه فقط رو به قبله دراز نبودن، بلکه گمان میکردن با دانستن مسائل استرولوژی دارن خواست خودشون رو به سرنوشت تحمیل میکنن. درسته. حالا بعد از اینکه این شکست عجیب و غریب خوردن و این مسلمان ها اومدن و دیگه به ریز و درش از زن و بچه و اینا جلو چشون تجاوز کردن و همه مهتران رو سر بردن و آسیاب خون رو انداختن، این مملکت رو با خاک یکسان کردن، پس از اینکه اعتماد به نفس این قوم ابرقدرت از بین رفت و به مردم نیمه برده و کتک خورده و موالی و گریه‌ای تبدیل شدن، زمان فردوسی اون موقع میاد یک حالت تراژیک و حقیقت میخواد داستان حماسی بگه با یه پایان تراژیک. یه حالت تراژیکش رو در دهان مثلا رستم فرخزاد میذاره. داره به خاطر مثلا این فشار ساختارهای اختری و اخترشماری ما دیگه رو به شکست مکارش نمیشه کرد و اینها. احتمالاً پس از اون شکست عجب و غریب هم برخی ها اینو استفاده کردن واسه التیام روحی خودشون. درست. ولی نه هنگامی که هنگام نبرد که دیگه برن بگن که آقا از اول نبرد لازم نیست چون این اختر بد ایستاده. اتفاقا برعکسش بوده. اینا گمان میکردن از این راه میتونن لحظه درست کارو برگزینن و خودشونو به واقعیت تحمیل کنن. یعنی به معنی داره شرم جان پس از اسلام با ضعف و فتور آیین زرتشت در ایران رنگ و بوی زروانی اون جریان بیشتر میشه و برای همین برداشتی که از مسئله اخترشماری بوده رنگ و روی زروانی میگیره و تسلیم به قضا و قدر و سرنوشت. ممکنه اینم بوده، ولی در هر حال مسلما سرداری که در قادسیه واسطاده دستاش به علامت تسلیم بالا نمیره، چون مثلا فرض کنید که تیر و اتیر یا ناهید در فلان جایگاه قرار داره. برعکسش بوده، برعکسش بوده. تبری واسه این که مثلا بیشتر استناد کنه که این کفار
چقدر آدمای بدی بودن، یعنی نیاکان خودش، و چقدر لازم بود که علیه مسلمین مثلا از بین برن. اونجا که یک سفیر عرب ها از پادگان میره بیرون، میگه که ندیمی که داشت به رستم کمک میکرد که سوار اسب بشه، رستم فرخزاد، گفتش که اگر که یزدان بخواهد فردا بر دشمن پیروز خواهیم شد. و اونجا رستم برگشت و گفتش که اگر هم که نخواهد. این اتفاقا چیزایی شبیه این، فهوای شبیه این، روایات شبیه این ما از گفتار رومیای مسیحی هم داریم چند صد سال قبلش. درسته. احتمالا یه درکی بوده که ابراهیمی ها میگفتن ببین اینا چقدر شرک دارن که یارو حتی تحکیم یزدان رو هم قبول نداره تو زندگی، بس که اعتماد نفسش بالاست. درسته. چون اینا اون حالت زرتشتی به این ایمان داشتن که انسان برای خودش خداونده. اینو احتمالاً ابراهیمی ها، حالا مسیحی ها و بعداً مسلمان ها به یه شرک خالص بهش نگاه میکردن که یارو اینقدر اعتماد به نفسش بالاست که میگه من حتی جلوی گردش کائنات هم میستم اگه لازم بشه. اون آدم اون موقع میره رو به قبله دراز میشه واسه اون تالهی که مثلا نگاه کرده. خب حالا اینا هر کدوم بحثای دراز داره، ما نمیتونیم دیگه به این مبحث 10-12 تا نشست بسپاری، واسه من میگذرم ازش. اینم مغلطه کامل. روان شاد آی زرینکوب اینم کاملا اشتباه فهمیده بود. فرقه های زرتشتی و شمار مسیحیان که کنار هم بودن، ایشون میگفتن مثلا سستی پدید آورده در پدافند از دین و کشور و اینها. این تا اندازه‌ای فقط درسته، بسیار اندک. اولا مسیحیایی که ارمنی بودن، ارمنی ریشه بودن، اونا در هم دستگاه نظامی کار میکردن هم اداری، و بعدا ما نمونه ای از نمونه این که به مسلمان ها به پیوندن فرار کنن از این حرف ها ما نداریم. همونجا همشون جنگیدن کشته شدن، بقیهشون هم که موندن اونا رفتن به عنوان سپهبدای ایرانی ارمنی ریشه رفتن به رومی ها، انتقال دادن تجربیات ایرانی ها رو، و اون خودش باعث شکست اسلام تو اون جبهه شد. یعنی با نهایت شدت و حدت اینا وفادار بودن به دستگاه. کسایی که اومده بودن، خب ساسانی ها چون تعصبی بر از بین بردن ادیان دیگران نداشتن، درست برعکس مسیحی ها. من این مطلب رو عرض کردم، در دستگاه اونا مسیحی زیاد کار میکرد، در مال مسیحی های روم یه دونه ایران زرتشتی هم کار نمیکرد، اجازه نمیدادن. اینم در مورد اون آدمای نادانی که میگن سیستم ایران اینتولرانت بوده زمان ساسانی نسبت به ادیان دیگران. اصلا این دوباره یه مبحث چند ساعت است، میذاریم کنار. در تایید میخوام در تایید سخن هنگامی که یزدگرد سوم در نزدیکی مرو کشته میشه، اتفاقی که میفته مسیحی ها میاین و شناساییش میکنن و جسدش رو برمیدارن و خیلی آبرومندانه تشییع جنازه براش انجام میدن و سوگواری میکنن. اگر که ساسانیان مورد تنفر مسیحیان بودن، قاعدتا مسیحی ها نباید اینچنین دلازرده میشدن از مرگ شاه کشور. این هم دلیل دیگری است که مسیحی ها در اونجا نقش ستون پنجه به مسلمان ها رو مطلقا نداشتن. افسون بر این که فکر میکنم در اولیس که تو منطقه هیره قرار داره، موقعی که عرب و مسلمان حمله میکنن، عرب مسیحی که به هر حال هیره کارگزار ایرانیان بوده به شدت استادگی میکنن و ما میدونیم اونجا حمام خون را میفته. یعنی عرب مسیحی میستن جلو عرب مسلمان، دست کم در حاشیه فرات. اینو ما از دو سه تا تاریخ مستند داریم. ما حالا به اونا میرسیم، اونا داستانای گوناگون دارن. اون مسیحیایی که یه موقعی از سوریه اینا رو آورده بودن در ایران اسکان داده بودن، اینا در سیستم ادارجاتی ایران کاملا جا افتاده بودن، به خودشون هم به اون ایرانی نگاه میکردن. به ویژه پس از اون جدایی که میونه کلیساهای مسیحی افتاد و نستوری ها میومدن ایران، اونا خودشونو تقریبا دیگه کاملا شهروند شاهنشاهی ایران میدونستن و با بخش ارتودکس یا کاتولیک در حقیقت میشه گفت جا افتاده بیزانس، خودشونو کاملا جدا میدونستن، اصلا به چشم دشمن نگاه میکردن. حالا مونوفیزیت ها دوباره دستگاه دیگری از مسیحی ها بود که اون خیلی اوقات عرب های بیابانی بخش سوریه بهش روی آورده بودن، اون داستان دیگری است. اونا بعدن خیلی هاشون به اسلام گرویدن، الان ربطی به ایران ندارن. اونا عربای بیشتر مال بخش رومی ها بودن. خود ارمنی ارتش ایران هم در قادسیه خیلی دلاورانه جنگید، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم فرماندهشون سامبات باگراتونی
یکی از بهترین ستونهای ارتش ایران در قادسیه بود و خیلی هاشون کشته شدن. بنابراین این نظریه هم همچنان که گفتی شاید هم به نظر خیلی حق و لق و نااستوار میاد. مسیحی ها بخش ارمنیشون کاملا ادارجاتی کار میکردن، جا افتاده بودن، خودشونو ایرانی میدونستن و الی آخر. این ممکنه که حساسیتشون به مسائل ایران، به اون تعصب زرتشتیا نبود که اونا براشون ایران اون سرزمین مقدسشون بود، اون حالت که مثلا اسرائیل برای یهودیا هست، ممکنه. یعنی فقط وظیفه اداره جاتیشون رو انجام میدادن، شاید نه دیگه به اندازه اون یکی ها، ولی اون ربطی به این نداره که بعدن ستون پنجم دشمن بشه و یهو بهش بپیونده و روبوسی کنه و از این حرفا. این کاملا بی اساسه. شوربختانه خب این روانشاد هم خب تاریخ نویس خوب ما بود، ولی این هم بی اساسه. بعد میشناسی یه تصور خیلی ساده دلانه داشت، مثلا تو کتاباش نوشته که در پدافند از آتشگاه ها مثلا بند کافی دیگه آدم نبوده. خب مگه این یک کشور آرکایک مثل عصر حجر بوده که بخوام از آتشگاه دفاع کنن؟ این سیستم ادارجاتی رنسانس مانند بود، ایران ساسانی در روزگار رنسانس به سر می برد. درست. بعدن در موردش صحبت میکنیم، این کشور عقب مانده قرون وسطایی نمیدونم عصر حجر نبود. دستگاه اداری بسیار منظمی داشت، هم عرض اون چیزی که اروپایی ها تازه در سده 16 هم بهش رسیدن، اروپای مرکزی. درست. در آستانه عصر باروک تو هنرش، ارتشش، همه چیش داد میزد که اون در اون عصر به سر میبره. این اصلا یه سیستم اداری بسیار منظم داشت، اصلا لازم نبود سیستم عصر حجری بگی که اصلا میخوام آتشگاه فقط نگردم. این دولت دستور میداد که شما این ساختمان رو نگه بدارید، اون ساختمان رو نگه بدارید، این راهو نگه بدارید، اون پل رو نگه بدارید، تو آتشگاه اصلا نداره. این آتشگاه در اصل یه کشور چوپونیه که مثلا میگه من میخوام مثلا نیایش کنم فقط نگردم. اثبات میکنه چی میخوام بگم؟ بله. حالا اونم روان شد، نمیدونم، حالا میگم این تاریخ نویسی در ایران خیلی خیلی سطحش پایین هنوز. اونم نسبت به این کشور پر اهمیت واقعا یه تراژدیه. آز و فساد موبدان و فلان. آقا این دیگه چه مغلطه‌ایه؟ کشتن ما رو با این آز و فساد. آز و فساد کدوم موبدان؟ تنها چیزی که ما در مورد آز و فساد موبدان میدونیم فقط به حمدالله از نوشته های دشمنان مسیحیشونه. درست. خب اونا هم که وقتی کتابا رو میخونی، مثلا داستان شهدا، اون ترجمه های مثلا سخاو یا اینا که در این اواخر از سوریانی روش کار شده، حالا میخواد فرانس لوتر باشه یا مثلا واکر بخش کار کرده، همش در حال تناقض درونی، اصلا یارو داد میزنه که حق همش با ایرانی هست. حالا من بعدا لازم شد یکی دو تاش میگیم میشکافیم. این حرفا دیگه چیه؟ کدوم آز، کدوم فساد؟ موبدا اتفاقا برخلاف کشیش های شکم گنده بیزانسی، اینا زیر کنترل کامل دستگاه اداری دولتی بودن و زیر فشار دستگاه دولتی وظایف اداره جاتی انجام میدادن. یعنی دولت ساسانی اینا رو به کار اداری گرفته بود، واسه اینکه کارشون به شکم گندگی راهبان مسیحی نرسه، چون مال اونها فقط کارشون مفتخوری بود. همونطور که تو سیستم های مسیحی مثلا پیشا ابراهیمی تا اسلام به حمدالله تا به امروز بوده فقط مفتخوری و دزدی. موبدای ساسانی آدم های سخت کوش بودن، تو سیستم یک دقیقه آروم نمی نشستن. اگرم کار وظیفه دینیشون تمام شد به کار اداری می پرداختن، تو کارهای دادگستری بودن، همش در حال انجام وظیفه بودن. حتی آموزش به کودکان هم بودن، دبستان ها در کنار دادگستری عملا دست اونها بود. هر کسی میخواد اصلا مثل پژوهش آزمایشگاهی مسئله بفهمه، امروز بره با 4-5 تا موبد همین زرتشتی تو ایران موندن یا جای دیگه صحبت کنه، اصلا اون فضایی که شما باهاش وارد میشه وقتی با این موبد صحبت میکنی، با روحانیون ابراهیمی اصلا مثل دو تا سیاره گوناگونه. اینا بیشتر شباهت داره به روحانیون پروتستانت پس از لوتر در اروپای شمالی. اونا هم نه فقط سرچشمه فساد نبودن، روحانیون پروتستانت اروپای شمالی مرکز پیشرفت بودن. بیشتر دانشمندای اروپای شمالی وقتی نگاه میکردی پس از لوتر پدرشون کی بود؟ پدرشون آخوند پروتستانت بود. بله. مال اروپای جنوبی کاتولیکا که میگی به حمدالله پدر دزد پسر دوز، یعنی این سیستم کلاسیک ابراهیمی در کار آخوندی، این فقط شکم گندگی و دزدی بود که اسلام اینو دیگه به عرش اعلا رسوند، دیگه با کارهای جنسی و اینا هم قاطی کرد، یه چیز فاسد واقعا کریه عجیب غریب. اون زرتشتی اینجوری نبود اصلا. این همش تصورات و تخیلات ایرانیای پس از اسلامه.
که سردرد گرفته بودن از شکست خودشون، اعتماد به نفسشون جریه دار شده بود، اینا توحش و فساد روزگار اسلامو که زیرش کتک می‌خوردن، به هر روز بهشون تجاوز می‌شد، می‌خواستن بازتاب بدن بفهمن ما چرا شکست خوردیم. خواص اون آخوند کریه اسلامی رو بازتاب می‌دادن روزگار قبل از اسلام. کاملا گفتن پس اونم باید خیلی فاسد بوده باشه، بی خود نیست ما شکست خوردیم. یعنی با تخیلات، همش تخیلاته، با واقعیت هیچ سازگاری نداره، اصلا ضدشه. خب ورشکستم که ما یه دینی هم داریم، این بسیار کور و بی‌منطق حمله کردن به موبدان دوره ساسانی به عنوان عامل شکست ایران و نمیدونم بیزاری مردم و این گونه نظریات بی پشتوانه و غیر علمی. وقتی ما نگاه میکنیم مثلا به دیباچه شاهنامه ابومنصوری که اونجا توضیح میده که منصور عبدالرزاق سپهسالار طوس از وزیرش خواست که موبدان رو جمع جور کنه، چند تا موبد، 5 تا موبد اسم میاره که نشابور و مرو و بلخ و سیستان و اینا در طوس گرد آمدن و نشستن و این پروژه شاهنامه ابومنصوری رو اجرا کردن، یعنی تمام اسناد و مدارک رو در بیارن و گزارش ها رو بخونن و بتونن شاهنامه به نثر رو در حقیقت از میان تمام این متون پراکنده بسازن، تازه نشون میده که نزدیک 300 خورده سال پس از قادسیه هنوز همین افراد، یعنی موبدان هستند که حامل فرهنگ ایرانی هستند، نگهدارنده اسطوره‌ها و حماسه‌ها و تاریخ ایرانیان از دیدگاه ایرانیان بودن و میآیند و این بخش‌های مختلف خدای‌نامه رو با هم پیوند میدن و یه شاهنامه‌ای که میشود دستمایه فردوسی بعداً ایجاد میکنن. یعنی ما حتی همچین دینی هم به اینا فراموش میکنیم و خیلی همچین کینویی و فلهی بدون داشتنش پشتوانه یا استناد به یه مدرک ویژه، همینجوری هم چنان که گفتی میگیم آز و فساد موبدان کجا بوده، کی بوده، جلوش به چه صورتی بوده دیگه. شاهین جان، نه فقط آز و فسادشون نبوده، برعکسش بوده. درست. کسی میخواد موبدان زمان ساسانی رو بفهمه، فضای روحیشون رو باید نگاه کنه به آخوندهای مسیحی پروتستانت پس از لوتر در شمال آلمان و اسکاندیناوی. عرض کردم 90% دانشمندا و ریاضیدانا و زیستشناسا همه پدر یارو آخوند پروتستانت بوده، بس که آدمای سالمی بودن. یکی از قهرمانای من مال قرن 19 هم آقای ریمان اون ریاضان معروف، شاید انتگرال ریمانی رو خود شنیده باشی یا بشناسی از دانشگاه. این از آیتی بود، تنها کسی بود که تو هابیلیتاسیونش، یعنی اون پسا دکترایی که می‌نوشتن که تو آلمان پروفسور بشه، گاوس اومده بود کف زده بود، اصلا میگفت این چی دیگه، از کدام سیاره این بابا اومده. این باباش آخوند پروتستانت بود. یک آدمایی بودن فروتن، درستکار، سخت کوش، اهل خواند و نوشت و از این حرفا، مثل این آخوندهای نمیدونم مسیحی کلاسیک و نمیدونم اسلام و اینا، شکم گنده و دنبال کارهای جنسی نبودن. حالا مال مسیحی ها یه مثلا از این مسائل جنسی هم فاصله دارن به اون دلایل سنتایی که از اول مثلا از آگوستین و اینا براشون مونده. حالا باز باعث همون پیشرفت اندی براشون شد، بذاریم کنار. مال این مسلمان ها که به حمد الله یا آخوندش به فساد جنسی هم آمیخته است، فساد مالی، فساد جنسی، اصلا یه آدم وارفته رو به خیلی دراز فقط در جیب مردم میزنه. و این مرز که مشکل تاریخ نویسای ایرانی نه فقط الان بلکه همون 300 سال پس از اسلامی بوده که یارو به فساد و توحش اسلامی زمان خودش نگاه میکرده، میخواسته روزگار ساسانی رو بازسازی کنه، گمان میکرده خب یه الگوی با شبیه این بوده باشه. کاملا درد روز خودش رو بازافکند میکرده به گذشته ها. یعنی چی آقا؟ شرم جان اگر ممکنه استایل از توی اسکرین در بیار، ما به پایان وقتمون داریم میرسیم و فکر میکنم رسیدیم به جنگ های خسروپرویز، گرسنگی و تنگ دستی عربان و انگیزه دینی و جهاد دینی که نشست بعدی میرسه. بنابراین اگر که برگردیم به داخل استودیو، طبیعتا تو بخش سوم پی میگیریم بحثو. شرم جان میتونی از توی اسکرین خارج کنی؟ من فقط یه نویدی برای نشست آینده بدم. من در نشست آینده نظریات افرادی رو که این اواخر سهمی داشتن تو این صحبت‌ها، مثلا مورونی این سال‌های گذشته جست و خیزی کرده بود در این موارد، فرای کلاسیک مثلا نظر کلاسیک، لامپتون همون خانومی که در مورد قرون وسطی کار می‌کرد تو ایران،
آقای دریایی که این اواخر کار میکنه، نامای کمتر شناخته شده من تو اینترنت نگاه کردم، این اواخر مثلا کیان نظراتشون تو بورس، مثلا جامعه شناسای خود ایرانی رو صحبت میکنم و بعد یه چند نظریه کمتر نگاه شده رو هم بهش برمیگردم، مال فرنگی ها که درست تعیناش مال همیناست. بسیار اینا رو در انتظار ما هست تو نشستای آینده تا ما اون موقع به این بازار توضیحات یه سری زده باشیم. خیلی خیلی عالی است. من در آخر هفته گذشته به شمال کالیفرنیا رفته بودم خدمت هممیهنان در منطقه سن هوزه و سان فرانسیسکو، دو شب اونجا برنامه سخنرانی داشتم، آدینه شب و شنبه شب. یه شب در مورد ویژگی های فرهنگ ایران شهری بود و شب دوم درباره دلایل و چند و چون سقوط ایران ساسانی در برابر حمله سپاه اسلام. از برگزار کنندگان و میزبانان بسیار سپاسگزارم، همایش دوستان و انجمن فردوسی در شمال کالیفرنیا فوق العاده برام امیدوار کننده بود. علاقه و هیجان هموطنان رو از شنیدن این گونه مطالب دیدم. همزمان در هلسینکی جنبش رنسانس یا نوزای ایرانی یک همایش به دو زبان فارسی و انگلیسی داشت که در ارتباط با همین مسئله سالگرد قادسیه و در حقیقت شکست ایران از اسلام بود، که به هر حال نشیبی است که تا اکنون پس از 1400 سال هنوز شوربختانه دوام آورده. و همچنین شنبه شب گذشته جنبش رنسانس ایرانی گرد همایی دیگری در ونکوور داشت که باز به نام قادسیه آن روز شوم برگزار شد و دوستان دکتر اردشیر انوشیروانی و جناب مهندس پرویز شاهچراغی در اونجا سخن گفتن. از هم میهنانی که اومدن شرکت کردن، پشتیبانی کردن و ابراز علاقه کردن و نشون دادن که میدونن و درک کردن که گرفتاری امروز ما گرفتاری 1400 ساله است و نگاه به قادسیه و پیامدهای قادسیه فقط یک بررسی تاریخی نیست، بلکه کوشش برای حل یک موزه و مشکل بزرگی است که امروز روز هم با زندگی ما ایرانیان گره خورده. جای بسیار خوشحالی داشت. خیلی از همه دوستانی هم که برگزار کننده بودن سپاسگزارم. شهرام گرامی، پس در بخش سوم این جستار مطالب بسیار شنیدنی و جالب شما رو پی خواهیم گرفت. سپاس از هممیهنان واسه توجهشون و سپاس از شما شهرام جان. بدرود بدرود به همه دوستان. بدرود.